درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین، به خصوص امروز که نزدیک ایام 18 تیر هستیم و همونطوری که بینندگان عزیز اطلاع دارند، عده‌ای از وطن پرستان، میان پرستان، نیروهای مسلح و بقیه میان پرستان قیامی انجام دادند که متاسفانه به علت اینکه اطلاعات لازم به وسیله دستگاه‌های امنیتی سایر کشورها به جمهوری اسلامی رسید، این قیام در نطفه خفه شد و در نتیجه بسیاری از این میهن پرستان ما اونجا به خاک خون کشیده شدند. در این زمینه بیانیه‌ای از طرف جبهه هماهنگ مبارزان ایران صادر شده که حالا در پایان اگر فرصتی بود من بخش کوچکی از اونو خدمت بینندگان عرض میکنم. در هر صورت امروز در برنامه از چهره‌ای که با ایشون آشنا هستین، سرکار خانم شبنم اسداللهی دعوت کردیم. ایشون تشریف میارن در بخش اول که بخش اصلی صحبت خواهند کرد و در بخش دوم بنده دنباله مطالب برنامه گذشته در مورد پایه‌گذاری جمهوری اسلامی و همینطور پایه‌گذاران داعش صحبت خواهم کرد. همینطوری که بینندگان اطلاع دارند و در اسلاید شماره دو هم ملازم فرمایند، سرکار بانو شبنم اسداللهی یکی از فعالان حقوق بشر که واقعا فعال هستند در اتاوای کانادا و ضمناً به ما افتخار دادن که گهگاهی از رایزنیش ایشون استفاده بکنیم. عرض کنم که سرکار خانم اسداللهی بسیار خوش آمدیم به این برنامه، تشکر میکنم از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتی تشریف آوردی. من قبل از اینکه سوالم رو خدمتون مطرح بکنم، همونطوری که در اسلاید شماره 5 ملازم فرمان بینندگان و در برنامه‌های قبلی هم خدمت بینندگان ارائه شد، اینجا در مقابل کنگره آمریکا ملت مسلمان رفتن و دارن نماز جماعت برگزار میکنن، در صورت که در تصویر دیگری که هفته گذشته من نشون دادم در عوض در مسجد به جای نماز اونجا مشغول استراحت هستن. تشریف دارین خانم اسداللهی؟ بله، درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی. بله، میخوام ببینم که این نفوذ مذاهب اسلام تنونه همه مذاهب در کشورهای جهان غرب که به سکولاریسم باور دارن تا چه حدوده؟ آیا این نفوذ سوریه یا واقعی معنویه و یا فقط به صورت ظاهر این نفوذ وجود داره؟ اگر که برگردیم به اینکه در بعد از 1979 و به قدرت رسیدن آیت الله خمینی و پیام ویژه‌ای که خمینی دادن به همه مردم دنیا که من اسلام جمهوری اسلامی رو، اسلام خودم رو به دنیا میخوام بفرستم، خب قبل از اون هم فکر میکنم که آقای نواب صفوی بودش که یه همچین جنبشی رو برای فرستادن اسلام به تمام دنیا شروع کرده بود. نگاه که بکنیم بعد از اینکه جنگ ایران و عراق شروع شد و چند سال از این جنگ گذشته بود، اسلام جمهوری اسلامی به یه شکلی وارد پاکستان شد و خب بعد اینا شروع کردن به قدرت رسیدن در پاکستان و بین مردم پاکستان کار کردن و تأثیر گذاشتن و شستجوی مغزی دادن. مدتی که یه چند سال بعد هم که باز از جنگ گذشت و من خودم همراه با خانواده‌ام در ترکیه زندگی می‌کردم و اونجا ما مشغول به تحصیل بودیم و من دانشگاه درس می‌خوندم اونجا، خیلی متوجه شدم که آروم آروم یه جنبش خیلی عجیب غریبی بین مردم سنی مسلمان ترک شروع شده و سفارت جمهوری اسلامی در اونجا شدیداً مشغول فعالیت بود و باج دادن به مردمی که یه مقداری دستشون بسته تر بود از لحاظ مالی. و من هر روز که سوار مینیبوس می شدم که برم به طرف دانشگاه که در آنکارا بود، اون ایستگاه مینیبوسی، اتوبوس و مینیبوسی که من اتوبوسمو می گرفتم برم دانشگاه، درست بغل یه مسجد بود که نزدیک سفارت کانادا در آنکارا بود.
اونجا من متوجه شدم که در طی این چند سال رفته رفته تعداد فرزندان دختری که روسری به سر بودن و از 5 سالگی، 4 سالگی، 6 سالگی جمعه ها به مسجد می رفتن و در مسجدی که درست بغل این ایستگاه اتوبوس بود روز به روز داشت زیادتر می شد، یعنی هفته به هفته تعداد زیادتر می شد. بعد از اون خبر رسید به ما که جمهوری اسلامی اصلا یه مقرره‌ای برای این مردم گذاشته و از مادرها و پدرهای این بچه ها میخواد که روسری سر بچه هاشون کنن، فرزندانشون به مسجد بفرستن و خود اون ترک نشینان مسلمان هم روسری به سر باشن خانم هاشون. و یه نمیدونم حالا چقدر این مقرره رو سفارت و بخش فرهنگی سفارت میداد. بعد به اینجا رسید که در کانادا متوجه شدیم که سفارت جمهوری اسلامی در میان حتی مردم سنی فعالیت‌های خیلی شدیدی داشت و من خودم یکی از کلاینت‌های خودم برای من تعریف کرد که ایشون مال یکی از سفیرای یکی از کشورهای اروپایی بودن، اروپای شرقی بودن، به من گفتن که تو خیابون راه می‌رفتن و یه آقای سفید پوست چشم روشن چشم آبی قد بلندی رو دیدن که عبایا یا اون لباس پیژامه عربی پوشیده. خیلی تعجب کردن، جلوی اون آقا وایستدن و گفتن شما مگه عربید؟ شما رنگ پوستتون، رنگ چشمتون نمیخوره، این لباس پیژامه سفید عربی رو چرا پوشیدید؟ این آقا به این آقای سفیر گفتن که جمهوری اسلامی کانادا، سفارت کانادا، جمهوری اسلامی در کانادا به من ماهی 600 دلار میده که من این لباس رو بپوشم. و خب از لحاظ قوانین مدنی و یا سیاسی جمهوری کانادا این مسئله هیچ مشکلی با قانون اینجا نداشت. و بعد خبر رسید که در مونتریال هم بین 600 تا 700 دلار جمهوری اسلامی به مردم باج میده و مردم رو سری سرشون کنن و به مساجد برن و همین یه حالت یه موج ظاهرن مسلمان شده نشون بدن. و خب برای کسی که بخواد ماهی 700 دلار یا 600 دلار یه پول مجانی دستش بیاد و خرج زندگیشو بده چیز بدی نیستش برای اون دسته از افراد که براشون مهم نباشه. اینها یه سری فعالیت هایی بود که جمهوری اسلامی میکرد در این کشورها. برگردیم به این که اصلا چطور شد که به نظر شخصی من برداشته شدن مرزها از اروپا و این اصلا کلمه به وجود اومدن اتحادیه اروپا یکی از پلنهای سوشالیزم و اسلامیزم بود به نظر من که بخوان مرزها رو بردارن، واحد پول رو یکی کنن، یگانگی رو بیارن و آروم آروم از این طریق هم بتونن نفوذ خودشون رو روی تمام این کشور رو انجام بدن، که خب ما دیدیم که چه اتفاقی در فرانسه داره میفته، چه اتفاقی در خود بریتانیا افتاده و تو خود توی آلمان چه اتفاق افتاده، کشورهای اسکاندیناوی چقدر اسلام سیاسی رشد کرده. و کاری که اینها میکنن از قوانین دموکراسی کشورهای غربی استفاده میکنن به نفع خودشون و چون قوانین کشورهای دموکراسی بر اساس دموکراسی و بر اساس آزادی بیان و عقیده و چند ملیتی هستش، خب دیگه اینها نمیتونن کاری بکنن که این اجازه رو از این اشخاص بگیرن که نتونن این فعالیت‌های مذهبی خودشون رو انجام بدن. موج شدید اخوان المسلمین از یه طرف تو تمام دنیا، جمهوری اسلامی از طرف دیگر، خب این باعث شده که اصلا اسلام سیاسی به دنیای غرب کشیده بشه. این به نظر من هستش. و الان بعد از اینکه برگردیم بیایم به خود آمریکای شمالی، خب شما در آمریکای زندگی میکنید و میدونید که بعد از به روی کار آمدن آقای اوباما چه تغییراتی در جو سیاسی و مذهبی آمریکا به وجود اومد و چه جور یک هو اینها یه جور آزادی هایی رو بهشون رسید و بالا پر گرفتن که وسط خیابون نماز جماعت میذاشتن، جاده ها رو میبستن، در صورتی که اگه به قوانین راهنمایی رانندگی کسی دقت بکنه شما به خاطر یه سری مسائل امنیتی و حتی آتش‌سوزی و حریق نمیتونین اینجور وسط خیابون رو ببندین و ترافیک ایجاد کنین که میخواین نماز بخونین. وقتی که کسی اعتراض بکنه میگن که اسلاموفوبیا
توی کوتیشن من بگم اسلاموفوبیا هستش یا اینها مسائل نژاد پرستی هستش و به این طریق یه ایجاد رعب و وحشتی در بین مردمان غرب، دنیای غرب میندازن که کسی جرأت اینو نداشته باشه که حتی یک ایراد و اعتراضی بکنه. توی کانادا هم از بعد از اینکه آقای هارپر دولتشون به اتمام رسید و انتخابات جدید شد و آقای جاستین ترودو به قدرت رسیدن در ماه اکتبر، حدوداً درست میتونم بگم چند روز بعد از اینکه انتخابات شروع تموم شد و دولت لیبرال به روی کار آمد، تمام این گروه های مذهبی یون سیاسی، اسلامیون سیاسی، چه از شیعه گرفتن چه از سنی گرفتن، در مساجد، در کامیونیتی سنترها شدیداً شروع به فعالیت کردن و شدیداً بی‌پروا شروع به صحبت کردن، از اماماشون گرفته، از راهپیماییاشون گرفته، اصلا راهپیمایی تاس و عاشورایی که خود جمهوری اسلامی همراه با فرستادگان خودش اینجا برقرار کرد در شهر تورنتو، اصلا یک چیز عجیب غریبی بود که اصلا یعنی سابقه نداشت که اینا اینقدر بی‌پروا بشن و به این راحتی بیان بیرون و شعار بدن بر علیه اسرائیل، شعار بدن بر به نفع خمینی، عکس خمینی رو بیارن. و خب میبینیم که رؤسای کشورها نقش خیلی مهمی هم برای به قدرت رسیدن و برای بی‌پروا بودن اسلامیون سیاسی دارن. جناب آقای دکتر در خدمتتون هستم. خیلی ممنون، خیلی متشکر. ولی همینطور که فرمودین، این کسانی که حقوق بگیر هستن، مقرری بگیر هستن، خب قابل فهمه. ولی همینطور که در تصویر شماره 7 بینندگان عزیز ملاحظه می کنند، این نخست وزیر ایالتی اونتاریو خانم کاتلین وین اینجا در این تصویر ملاحظه می کنند که در وسط 4 خانم مسلمان محجبه ایستادن و در واقع یه روپوشی هم روی سینه‌شون انداختن و مشغول نمازگذاری هستن. و بعدم معلوم شده که این در محلی بوده به اسم یه مرکز اسلامی سید خدیجه که اینجا این خانم اون روزم روزه گرفته و بعد از افطار اونجا به اتفاق رفتن در اون قسمت بخش زنان که مخصوص نمازگذاری بانوان هست، اونجا مشغول نمازگذاری. میخوام اینم شما اینو حالا چگونه توجیه میکنی؟ این خانم که نه احتیاج مادی داره و نه چیزی دیگری، ولی چرا اینجوری خودشو اسیر این جماعت کرده و در جهت اونها داره گام برمیداره؟ خیلی ممنون میشم. خب تمام سیاست مداران غرب به خاطر اینکه رای دهندگان خودشون رو راضی نگه دارن و برای انتخابات آینده بتونن رای اونها رو داشته باشن، وارد یه همچین برنامه هایی میشن. در دوره قبلی هم، در دوره آقای هارپر هم، ما از این برنامه ها داشتیم که به فرض آقای وزیر مهاجرت سابق ما آقای جیسن کنی در خیلی از این جور مراکز شرکت میکردن و در قسمت های مختلف با چینی ها بودن، با همه بودن. ولی به شدت زیادی که الان این دولت لیبرال فدرال و دولت لیبرال ایالتی سر جریان مسئله ماه رمضان این قوقا رو به پا کردن، این یه مقداری خیلی زیاد از حد بوده. و خانم کاترین وین برای من خیلی جالب هست، ایشون خودشون یه لزبیان هستن و دوست دختری هم دارند، یا حالا دوست کدوم نمیدونم، دوست دختر یا دوست پسر، با یه خانم دیگه هم زندگی میکنن و خانمشون اونجا نبودن در این برنامه. ولی چیزی که به من خیلی توهین شد، ایشون به عنوان یک زن رفتن در آخر صف ایستادند و خودشون رو بر هم پایه یک مرد ندونستن و خودشون رو نصف یک مرد دونستن و رفتن پشت مردها ایستادن همراه با زنانی که پشت مردها میستن، در مسجد نماز خوندن یا حالا ایستادن احترام به قوانین اونجا. و تنها چیزی که برای من خیلی عجیبه، اصلا ندیدم که رهبران سیاسی لیبرال کانادا از هر دولتی
چه دولت مرکزی، چه دولت محلی، چه دولت ایالتی، اینا برن توی کنیسه‌ای یا برن توی کلیسایی یا برن توی بودیست تمپلی، برن اونجا و با اونها به قول معروف هم فکریشون رو نشون بدن. اگر مسئله حمایت کردن از مسلمانان هستش، همه به همه احترام میذارن در اینجا، همه کسی کسی رو برتر از خودش در کانادا و در کل دنیای غرب نمیدونه، چون قانون دموکراسی اجازه رو نمیده. ولی اینکه شما برین یک گروه اقلیت رو به این شکل برتری نشون بدین بهشون و مرتب بخواین در مراکز اونها برین و بقیه اون گروه های مذهبی به قول معروف میگن اینجا مولتی فیت و مولتی کالچرال هستش، هیچ توجهی به اون گروه های دیگر مذهبی نکنین، این به نظر من توهین به قانون چند ملیتی و چند دینی کاناداست. ما بودیست ها زمان روزگیری دارن، بهاییت زمان روزگیری داره، 20 روز قبل از عید نوروز روزه میگیرن و دقیقا روزه بهایی ها مونند مسلمانان هستش، دقیقا این اونها از افطار از سحر تا خود افطار چیزی نمیخورن، حالا میخواد 18 ساعت باشه، حالا میخواد 15 ساعت باشه، اونها هم این برنامه رو دارن. کاتولیک ها روزه میگیرن، ارتدوکس ها روزه میگیرن. برای من عجیبه که چرا هیچ کدوم از این دولت مردان یا دولت زنان کانادایی لیبرال سالیداریتی خودشون و همفکری خودشون رو با بقیه گروه های مذهبی در زمانی که روزه میگیرن اعلام نکردن یا در مراکز دینی اونها نرفتن، یا یهودی ها که روزه میگیرن، هیچ کدوم از این برنامه نبود و این باعث میشه که اختلافات شدیدی وارد جامعه بشه و یه سری از افرادی که شم سیاسی و اجتماعی ندارن از روی نادانی و از روی خشم یک سری حرکات و رفتاری انجام بدن که این باعث بشه که به ضرر کل جامعه انجام بشه. یک سیاست مدار باید خیلی فهمیده تر، آگاه تر، عاقل تر از این باشه که بخواد به این شکل به بها بده فقط به یک گروه. دولت کانادا و وزیر اطلاعات ما حدود دو هفته پیش بود فکر میکنم، یک خانومی توی یکی از شهرهای اینجا به اسم شهر لندن آنتریو که یک تیشرت کانادا، پرچم کانادا روش نوشته بود کانادا پوشیده بود، در یک سوپرمارکتی حمله میکنه به یک خانوم که با یه بچه 2 ساله فکر میکنم محجبه بوده، این خانوم بچهش هم توی این چرخه دسته صندلی بچه بوده توی سوپرمارکت و توف میکنه به صورت خانم، روسرش رو میکشه، کتک میزنه. حالا هیچ کس نمیدونه که این دعوا رو اول کی شروع کرده، هیچ کس نمیدونه که این جریان چی بوده که این خانم، آیا اون خانم حمله کرده به این خانم اول و این خانم جوابشو داده، چه شده. پلیس اینجا هنوز دلیل اینو اصلا اسلاموفوبیا نذاشته، اصلا دلیل مذهبی و بر علیه اینکه خانم روسری سرش بوده نذاشته. متاسفانه وزیر اطلاعات فدرال دولت کانادا که این هیچ ربطی به وزیر اطلاعات نداره، این مسئله یک مسئله پلیس محلی شهره و پلیس محلی شهر زیر شهرداری شهره، ایشون میان توییت میزنن و غم خودشون رو، سدنس خودشون رو نشون میدن که این خانم مسلمان چه توهینی بهش شده، درصدی که پلیس گفته که ما دلیل این چیز رو یک دلیل مسئله نفرت از یک شخص مسلمان نمیدونیم. یعنی عمق فاجعه به این صورته. آتش سوزی میشه تو مسجدی در یکی از شهرهای اوتاوا، در شهرهای کانادا و آنتریو، که یه خانم افغانی مسلمان هم نماینده مجلس اون شهره در بخش فدرال. آقای نخست وزیر کانادا تشریف میبرن به مسجد و اعلام میکنن که چقدر متاسفن از این مسئله هیت که به وجود اومده و این مسجد آتیش گرفته، در صورت که یهودیان شهر به مسلمانان اون مسجد میگن که بفرمایید تشریف برید از کنیسه ما استفاده کنید برای محل نمازتون تا زمانی که مسجد شما مسئله آتیش سوزیش درست بشه و اون ساختمون ساخته بشه. هنوز پلیس خبری نداده، RCMP پلیس فدرال خبری نداده که این آتش‌سوزی آیا به دلیل گرفتن مثلا یک رخصت ساختمانی بوده، آیا این دلیلی بوده که این انجام بشه که بخوان اینا بتونن یه ذره آپگرید کنن این ساختمون رو. هیچ دلیلی ما نداشتیم. آقای نخست وزیر کانادا میان
یه همچین حرکتی انجام میدن، بلند میشن میرن از شهر اتاوا، بلند میشن تشریف میبرن به اون شهر، سخنرانی انجام میدن. خب اینها بال و پر میده و باز میکنه راهو برای از آب گلالود ماهی گرفتن اون عده‌ای که اسلام سیاسی رو میخوان وارد مملکت کنن و از اون سوء استفاده کنن. بله خیلی ممنون، خیلی متشکر. این پرسش سوم در واقع تکرار اون چیزیست که در حدود یک ماه و نیم پیش در خدمتون بودیم و صحبت شد و اون این است که میخوام ببینیم که بعد از اینکه این نخست وزیر لیبرال انتخاب شد و اصرار در اصرار بر این بود که سفارت جمهوری اسلامی در کانادا بازگشایی بشه، این در چه مرحله ای؟ آیا هنوز در پی این کار هستند یا اینکه ایرانیان وطن پرست هنوز اونجا قوتی دارن، نیروی دارن بتونن جلوی این کار رو بگیرن؟ خیلی ممنون میشم. ایرانیان وطن پرست تعدادشون یه مقداری انگشت شمار شده در کانادا بعد از به وجود آمدن دولت لیبرال و یه مقدار ساکت تر شدن و ما زیاد تعداد زیادی رو نمیبینیم که قوقایی بپا کنه یا حرکتی انجام بده. یکی از دلایلش به خاطر تعداد خیلی زیاد عوامل جمهوری اسلامی و فعال بودن اونها مخصوصا در شهر تورنتو است. یکی از دلایلش به خاطر اینکه خیلی از ایرانی ها وحشت دارن که اسمشون رو بذارن توی یه پتیشن و امضا بکنن، به خاطر اینکه وحشت این دارن که متاسفانه خب ایرانی ها هنوز سفر میکنن به ایران و بر میگردن به عناوین متفاوتی، حالا چه دیدن خانوادهشون یا چه رفتن یه سفری به ایران و یه مقداری پول جمع کردن و پولو تبدیل کردن و آوردن به اینجا. به همین دلیل فشار زیادی که دولت جدید و عوامل دولت جدید روی مردم گذاشتن و اون ترسی که مردم دارن عقب نشینی شده برای یه سری از فعالیت‌های خیلی بروضوح ایرانیانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن. ما دو نماینده مجلس داریم، خدمتون قبلا عرض کردم، یکیشون آقای مجید جوهری هستن، دیگری آقای علی احساسی هستن. هر دو نماینده اعلام کردن که ما برای هر کاری رو انجام میدیم برای اینکه اولا اون بیل یا قانون 324 عدد کلمه 30 و 20 شماره 24 رو برداریم که یه مقداری آزادی های بیشتری به ایمیگرانت ها داده بشه. یعنی اصلا خب اینا گفتن ما جزوه ما تا اونجایی که بتونیم میخوایم این قانون رو بشکنیم، قانونی که آقای هارپر گذاشته بودن و خیلی برای سکیوریتی و امنیت کانادا قانون مهمی بود. این دو نفر گفتن ما به هر جوری که بتونیم سعی میکنیم که روابط ایران و کانادا رو یه مقداری نزدیکتر کنیم و بتونیم این رابطه رو بسازیم. متاسفانه دوست گرامی ما آقای دکتر رضا مریدی که خب البته ایشون هم یک لیبرال هستن به این جمع پیوستن و به ما گفتن که وقتی که کشور کانادا در جنگ با ایران نیست، وقتی که همه دنیا برجام رو قبول کردن و ایران داره نشون میده که اصلا سلاح اتمی نمیسازه و داره حمایت رعایت میکنه خواسته های برجام رو در اون قانون، ما مشکلی نداریم که این مسئله انجام بشه. و حتی خودشون نشستی داشتن با وزیر امور خارجه کانادا آقای استفان دیان که ازشون خواهش کردن که کمک کنن به ایرانیانی که گیر کردن و مشکلات پاسپورتی و نمیدونم کنسولی دارن و مخصوصا تأکید کردن ایرانیان صاحبان بیزینس، این ایرانیایی که میخوان داد و ستد بکنن با ایران مشکل دارن، تمام دنیا با ایران داره داد و ستد میکنه و صاحبان مشاغل راحت هستن اما ایرانیان کانادا این آزادی رو ندارن. شما کمک کنین به ایرانی کانادا، سفارت رو باز کنین و به مردم بیچاره ایرانی کانادایی کمک کنین. آقای دکتر مریدی، من ازشون انتظار داشتم که فشار رو بیارن
روی اینکه کنسولگری باز نشه این خانه حافظ محافظ که همطور که 20 خورده ای ساله در آمریکا هستش، یه همچون چیزی قرار بود در سفارت عمان باز بشه بعد از اینکه انتخابات تموم بشه و آقای هارپر با روحانی صحبت کرده بودن با دولت روحانی و دولت روحانی اوکی رو داده بود که سفارت جمهوری اسلامی اون خانه محافظش در سفارت عمان باز بشه. سفارت عمان هم چون سفارت نداشت در کانادا، قرار شده بود که از سفارت جمهوری اسلامی از ساختمونش استفاده کنن تا زمانی که اینا بیلدینگ خودشون رو بخرن. و سفارت خانه محافظ کانادا در ایران قرار بود در سفارت ایتالیا باز بشه. دو دولت به نتیجه رسیده بودن، نتیجه موافق. فکر نمی کنم بهتر آیا نبود که اشخاصی که طرفدار حقوق بشر هستند و طرفدار کمک کردن به ایرانیانی که در خارج زندگی می کنن، مثل آقای دکتر رضا مریدی که پیشکسوت بودن در این مسئله حقوق بشر، بهتر نبود که فشار بیارن به دولت ایران به جای بازگشایی سفارت و آوردن یک سری مزدور و سپاهی و به قول معروف پاسدار به کانادا که هر کاری رو میتونن انجام بدن و آدم بکشن، هزار یه جور کار بکنن، سوار هواپیما بشن، ایمنی دارن، ایمنی سیاسی دارن، بهتر نبود که فشار بیارن به دولت کانادا که خانه حافظ محافظ باز بشه؟ مگر ایرانیان کانادایی آمریکایی از کار و زندگی و از همه چیزون باز موندن تو این 30 چند سال که سفارت نداشتن؟ متاسفانه الان به یه حالت شده که اصلا کلمه حقوق بشر هم بهش بازی گرفته شده. نقض حقوق بشر رو از طرف اعلام میکنن آقایونی چون آقای دکتر رضا مریدی که طرفدار حقوق بشر هستن، یا انجمنهایی که حمایت میکنن از حقوق بشر از طرف هم برجام رو باهاش موافقت میکنن. سفارت جمهوری اسلامی احتمال خیلی زیاد قرارش این بود که ماه جولای باز بشه و یکی از دادگاه‌های محلی، یعنی دادگاه ایالتی عالی کانادا که سوپریم کورت آنتاریو بود، یک جمهوری اسلامی رو محکوم کرد چند هفته پیش و اینها مجبور شدن که 3 تا از چیزهای خودشون رو، غیر سیاسی خودشون رو، غیر دیپلماتیک خودشون رو، یک خانه بود و 2 زمین فکر میکنم، یا 2 خانه و 1 زمین که اینو بدن به قربانیان ترور که جمهوری اسلامی نقش در ترور شدن اون قربانیان داشته. جمهوری اسلامی خیلی شدیداً از این مسئله عصبانی شده و کاری که کرده الان فشار آورده به ایرانیانی که وارد ایران میشن، یا پاسپورت هاشونو سر رسیدن به مرز ازشون میگیره، یا کسانی مثل خانم هما هودفر که یک آنتروپولوژیست هستن و برای یک کار تحقیقی به ایران رفته بودن، یه خانم 67 ساله رو که اصلا هیچ نوع فعالیت سیاسی نداشتن، ایشون رو دستگیر میکنه. بعد به دولت کانادا پیغام میفرسته که اگر که شما میخواین ما خانم هما هودفر رو که یک شهروند کانادایی هستش، ایرانی کانادایی هست، آزادش کنیم، شما آقای محمود خاوری رو به ما بدید. یعنی عمق فاجعه به اینجا رسیده که گروگانگیری میکنه این دولت و همش هم به خاطر مسئله به قدرت رسیدن ایران و این عملی شدن مسئله برجام آقای دکتر. حالا سفارت کی باز میشه نمیدونم، ولی ممکنه که اینها همین گروگانگیری رو بخوان استفاده کنن که فشار بیارن که سفارت باز بشه. دولت کانادا هم هیچ مشکلی با جمهوری اسلامی نداره. برادر آقای جاستین ترودو روی پیرول جمهوری اسلامی بودن، اینشون برای پرس تی وی کار کردن، یه داکیومنتری بر علیه اسرائیل ساختن و شدیداً هم طرفدار خود نظام جمهوری اسلامی هستن. فقط فکر می‌کنم زمان هستش که نشون میده که کی این سفارت باز میشه و کی مزدوران سپاهی جمهوری اسلامی وارد خاک کانادا میشن دوباره. بسیار متشکر، سپاسگزار از افشاگری‌های متنوعی که فرمودید. فقط به این دوستان ایرانی در کانادا بفرمایید که اینها به امید این برجام و اینکه پوری سرازیر بشه در ایران و بتوانن اونا سرمایه گذاری کنن و یا رابطه تجاری برقرار بکنن، به این امیدها نباشن، چون همونطور که میدونین برجام بر اساس فریب مردم ایران و فریب مردم
آمریکا نوز گرفته و خودشون ها رو دارن افشاگری میکنن. در صورت بسیار سپاسگزار از وقتی که به این کار اختصاص دادی و در این برنامه شرکت فرمودی. اجازه بدید من یه مسئله رو مطرح کنم. از افشاگری گفتید، خبر موثق به ما رسیده که یک وبسایتی رو طرفداران جمهوری اسلامی و به قول معروف اونهایی که براشون کار میکنن در کانادا درست کردن. من الان البته وبسایت رو ندارم، نمیدونم اسم وبسایت الان چی هستش، و یه حالت قلدربازی که یه سری سپاهیون در کانادا، خیلی زیاد سپاه وارد شده، اینها میرن به بیزنس های مختلف توی شهر تورنتو فشار میارن برای مثلا فروختن بیزنس یا یه سری کارهای بیزنسی باشون کردن، قراردادهای بیزنسی کردن. همون آن که اون شخص صاحب شغل یا صاحب بیزنس مخالفت میکنه با این اراذیل و اوباش جمهوری اسلامی در تورنتو، اسم اون شخص و تمام اطلاعات اون شخص وارد اون وبسایت میشه و این فلک میشه به جمهوری اسلامی که اگر این شخص یا خانوادش به ایران سفر کنن فشارشون بیارن. و این مسئله بسیار بسیار خطرناکیه و انگار آدم اینا رو تو فیلمای مافیا میبینه و اینا الان این چیزیه که جدیدن اینها درست کردن. اینم خواستم در آخر خدمتون عرض کنم و به بینندگان عزیزتون بگم که من همیشه گفتم دو ملیتی بودن، کانادایی ایرانی، آمریکایی ایرانی، حالا هر چیزی، چیزی نداره که رفتن ایران هیچ نوع امنیتی نمیتونه به کسی بده که پاش به کشور ایران برسه یا پاسپورتش گرفته نشه یا دستگیر نشه یا مشکلات عدیده‌ای براش پیش نیاد. الان اون خانم نازنینی که در با یه بچه 2 ساله رفته بودن ایران خانوادهشون رو ببینن هنوز در زندان هستن که همسرشون هم بریتیش هستش. سعید ملکپور ایرانی کانادایی که الان 7 ساله تو زندانه و هنوز نتونسته بیرون بیاد. خانم زهرا کاظمی ایرانی کانادایی جورنالیست فوتوگرافیست بودش که رفتن ایران و دستگیر شدن، شکنجه شدن، تجاوز بهشون شد، جسدشون رو حتی نتونست دولت کانادا بگیره. یکی از دلایلی که ما رابطمون رو با ایران کانادا قطع کرد سر مرگ خانم زهرا کاظمی بود. یعنی ایرانیان عزیزی که الان وقت تابستونه و میخوان از کشور آمریکا و اروپا و کانادا تشریف ببرن به ایران، فکر نکنن که جمهوری اسلامی خیلی به اینا راحتی میده. یعنی هر چیزی ممکنه برای هر کسی پیش بیاد، میخواد سیاسی باشه یا میخواد اصلا سیاسی نباشه. درصد باید یه مقداری با دقت‌تر دوستان عزیز رفتار کنن برای سفر کردنشون به ایران. خیلی ممنون. اشاره فرمودید به عملیات مافیایی. همطوری که میدونین اصلا کل جمهوری اسلامی بر مبنای روش‌های مافیایی استوار در حال حاضر. هر کدوم دوست. مافیایی بر خودشون دارن، مافیای بیت رهبری، مافیای سپاه پاسداران، عرض کنم که مافیای آقای جنتی، مافیای آقای علم‌الهدا و بقیه شون قربان. در اصل بسیار سپاسگزار، خیلی متشکر. من دو مرتبه سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که بازم فرصت باشه در آینده از اطلاعات وسیع جناب‌عالی بهره گیری کنیم. خیلی ممنون. من خدمتتون بدرود عرض میکنم تا برنامه بعدی. متشکرم. روز و شبتون خوش. خدا نگهدار. بینندگان عزیز، اگر نسبت به بیانات سرکار خانم اسداللهی نظری دارین، پیشنهادی دارین، نظر مثبت یا منفی، لطف بفرمایید به این شماره تلفن هایی که ملاحظه می‌فرمایید، به خصوص تلفن 650-619-76-23 پیام بگذارید. در اولین فرصت خدمتتون تلفن خواهد شد. حالا میریم به بخش بعدی، نقش کاخ سفید. که کاخ سفید چندین نقش داشته که یه قسمتی که در گذشتم صحبت شد بنده دوباره مجبورم تکرار بکنم، و اون نقشی داشته در فریب مردم ایران و تبانی با خمینی. همطوری که اسناد منتشر شده معلوم شده که خمینی ارتباطی داشته به وسیله واسطه هایی با عرض کنم که آقای کارتر، و همطور که در تصویر شماره 13 مروز می‌فهمید و در برنامه گذشتم مطرح شد، خلاصه پیام ایشان به آقای کارتر این بود
که شما ارتش رو آرام بکنید، مردم با من، من و مردم میتونم آرامشون بکنم. و بعدم سوال میکنه که آیا بازگشت من به ایران مانعی ندارد؟ یعنی داره از یک مقام بالاتر کسب اجازه میکنه که به ایران برگرده یا بر نگرده. حالا ببینیم که در زمینه اجابت این تقاضا آقای اوباما چه کرده. دیدیم که آقای جنرال هایزر به دستور ایشون و وزیر دفاعشون میرن در ایران و با افسران ارشد، مقامات بالا، فرماندهان نیروها تماس میگیرن و با کمال وقاحت عنوان میکنن بهشون که اگر کودتا کنید و زمام امور را به دست بگیرید، آمریکا بر ضد شما عمل خواهد کرد. این هم در اسناد مربوط به خودشون هست و هم در بیانات اون کسانی که این تهدیدا رو شنیدن. عرض کنم که در کیهان لندن شماره 34 در سال 1063 اینجور عنوان شده که از رمزی کلارک سوال شد انقلاب مورد نظر شما و آمریکا این است که میبینیم درست بحبوهی و مقبوطی کشتار را انجام میدادن. آقای رمزی کلارک که حالا اصلا چه سیغهی بوده که ایشون باید در ایران بیاد، پاسخ میده قرار ما با بازرگان این نبود، آنها قرار بود فقط 200 نفر را اعدام کنند. به قرار شایعات حتی نام این اعدامیان تعیین شده بود و در رأس آنها سپه بود بدرهی فرمانده نیرو زمینی بود، که البته همونطوری که میدانیم سپه بود بدرهی قبل از این که به این مصیبت گرفتار بشه اونجا به وسیله اعوان و انصار فردوست اونجا از پشت بهش تیراندازی میشه و به قتل میرسه. البته این آقای رمزی کلارک در اون موقع بحبوحی شورش و بلوا اینجا به عنوان یک همکاره ناظر عملیات بود و خودش در راهپای مهم شرکت کرد و در زمان قبل از شورش هم اینجا ساکن بود و بالاخره به زور خواسته بود در زمان بختیار برود و با زندانیان ملاقات کنه. حالا آقای رمزی کلار چه سیغه بود، چه شخصیت بود که بره از زندانیان بازدید بکنه، اینو بعداً بعد پرسید. آقای مهدی بازرگان هم رسما اعتراف کرد اگر حمایت آمریکا نبود انقلاب اسلامی پیروز نمیشد و اینو واقعا درست گفته، اینو هم گفته و هم نوشته. از همه مهمتر منتظری خمینی گفته بود که گروگان ها رو در زمان کارتر آزاد کنیم. چرا؟ برای اینکه آقای کارتر برای انقلاب به ما کمک کرد بود و جو آماده کرد بود. در این زمینه یه ویدیویی هست که یه قسمت بسیار کوچیکیشو مرزه خواهید فرمود، این بیانات خود ایشون و تصویر ایشون. من رفتم خدمت مرحوم آیت الله خمینی، بهشون عرض کردم آقا این اشغال سفارت طول کشیده و اینجور هم نمونه، اونام شاخشونه میکشن و بجاست که تا مادامی که کارتر سر کار هست این امتیاز رو ایران به کارتر بده، برای اینکه انقلاب ما پیروزیش تقریبا به واسطه این بود که جو را کارتر مساعد کرد. این امتیاز رو به عقیده من جاش است دولت ایران به کارتر بده و گروگان‌ها رو آزاد کنه. ایشون فرمودن این که این غیبایی که تو میگی که کارتر بهتر از ریگان و ایناس، ما این غیبا رو بلد نیست. حالا این یه قسمت کاخ سفید. در قسمت دیگر عرض کنم که فریبکاری های کاخ سفید که از نظر ما بسیار مهمه، میبینیم که یه سیاست دوگانه کاخ سفید در مورد مصر و ایران داشته. من قبل از اینکه وارد این مطلب بشم عرض کنم که خواستم یادآوری بکنم که این مطالبی که در برنامه گذشته و برنامه امروز من به اطلاع بینندگان میرسونم به هیچ وجه این هدف جانبداری از هیچ کدام از این نامزدهای انتخاباتی برای آمریکا نیست، چون هر دو حزب جمهوری خواه و عرض کنم که دموکرات یکسان به ملت ایران در ظرف این مدت بعد از جنگ جهانی دوم تا الان به غیر از موارد استثنایی لطمه وارد کردن.
عرض کنم که من یادآوری میکنم که برای تاکید بیشتر به اون تقاضای اولم، جبهه هماهنگ مبارزان ایران یه حزب نیست و ما یه دستور عمل حزبی صادر نمیکنیم و بنابراین هموندان هر کدوم از سازمان‌های عضو جبهه کاملا آزاد هستن که به هر کاندیدایی میخوان رأی بدن یا در رأی شرکت بکنن یا نکنن. عرض کنم که در استاد شماره 21 همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بندم عرض کردم، از بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز سرنشینان کاخ سفید طبیعی است در پی منافع ملی خودشون بودن و نه الزاما به دنبال منافع ملت ایران. به ویژه از زمان کارتر به این طرف حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه به جز موارد استثنایی هیچ کدوم در راه منافع ایران گام بر نداشتن. بهترین نمونه از زمان کارتر، بعدش هم آقای ریگان که اون همه طرفداری کرد از رژیم گذشته و دیدیم که چه دستگوری به آب داد و همینطور زمان بوش ها و به خصوص الان در زمان حاضر اوباما. حالا اگر در زمان قبل از اوباما اینها رؤسای جمهور دنبال منافع ملیشون بودن، ولی در حال حاضر آقای اوباما متاسفانه دنبال منافع ملی آمریکا هم نیست، بلکه تا به حال نتیجه معکوس در این زمینه داشته. عرض کنم که برای اینکه من بیشتر مطلب باز بکنم، همونطوری که در برنامه گذاشته عرض کردم، وزیر خارجه سابق آمریکا یک کتابی منتشر کرده به اسم انتخاب‌های دشوار، گزینه‌های دشوار، که در اینجا از صفحه 282 تا صفحه 294 خیلی به ریز و جزئیات این که چگونه اینها حسین مبارک رو برکنار کردن و بعدم آقای محمد مرسی رهبر اخوان المسلمین رو با یه برنامه‌ریزی دقیق آوردن سر کار و شد رئیس جمهور، درست همون سناریویی که در مورد شورش 57 در ایران انجام دادن و خمینی از یک طلبه گمنام به خمینی اون روزی تبدیل شد و این فقط و فقط به علت پشتیبانی و باد کردن سیاسی آقای خمینی بود. بنابراین در این کتاب اینجا به طور خیلی روشن و واضح بدون هیچ گونه پرده پوشی عنوان میکنن که ما این کار رو انجام دادیم و در هر صورت این، ولی این امر رو به هیچ وقت دخالت در امور مصر ترقی نمی کنن. همینطور در صفحه 353 تا صفحه 355 این کتاب، اونجا به شرح مفصل انتخاب دوره دوم احمدی نژاد و حضور اعتراضی میلیون ها نفر ایرانی و جوانان، زن و مرد جوان در خیابان تهران و کشته شدن و مجروح شدن و زندانی شدن صدها ایرانی و سرکوب بی امان به دستور خامنه‌ای می‌پردازد، اینا رو اعتراف کرده. بعد یه مرتبه در اون موقع به اتفاق اوباما کل کاخ سفید برای اینکه نشون بدن که جبران کنن دخالت مستقیم در کار مصر رو، که البته بعد دیدیم که نتیجه دیگری گرفته شد و بالاخره مردم خودشون این آقای مرسی رو برکنار کردن، حالا اینها یه مرتبه به فرشتگان و معصومان تبدیل شدن و گفتن که ما فقط نظاره میکنیم، یعنی هیچ گونه تعیین تکلیفی برای خودشون در مقابل ملت ایران نکردن. با اینکه صدای مردم رو به خوبی شنیدن که مردم فریاد زنان گفتن اوباما با اونایی یا با ما، اینا در پاسخ گفتن ما نظاره میکنیم. حالا این یه قسمت، ولی عذر بدتر از گناهشون این است که بعد رفتار خودشون رو اینجور توجیه کردن که اگر ما اعلام پشتیبانی می کردیم رژیم، نظیر رژیم جمهوری اسلامی، اونو دسیسه خارجی تلقی می کرد. ملاحظه فرمایید چقدر اینها معصوم و پاک هستن که از یه چنین اتهامی می خوان خودشونو مبرا بکنن. ولی دلیل این که این صحبت رو بیان می کنن در اسلاید 25 ملاحظه می فرمایید، اینها حقیقت به مردم ایران نمیگن. ای ملت ایران، ای بی خبران از وضع سیاسی پشت پرده،
ما منظور آمریکا که به قول خمینی شیطان بزرگ نامیده میشیم، بر اساس قرارداد سری تعهد داشتیم و هنوزم این تعهد داریم که از رژیم پشتیبانی بکنیم و از هر حرکت برای تغییر رژیم جلوگیری بکنیم. اینو قادر نیستن بگوین، ولی خب الان نمونهش دیدیم که در مورد بنغازی مجبور شدن بیان واقعا خودشون اعتراف کنن، که اگه فرصت شد من راجع به اونم صحبت کردم. حالا اون چه که جالبه در این کتاب با شرح و تفصیل و تعریف از خود، منظور از سیستم و عرض کنم که کاخ سفید، اینجور گفته شده که با توجه به تجربه‌ای که ما از ایران داشتیم برای توسعه فعالیت‌های دموکراسی و آزادی‌هایی که در موردش هیچ گونه کنترل و سانسوری نباشه، آزادی بیان، آزادی قلم و امثال هم، و مهم اینه، و سرنگونی دولت‌های سرکوبگر، آموزش و وسایل و تکنولوژی‌های لازم رو در اختیار فعالان سیاسی قرار دادیم. حالا بعد در اسلاید بعدی تعریف میکنن که فعالان سیاسی چه کسانی هستن. همونطور در اسلاید بعدی ملاحظه میفرمایید اینجا گفته شده که ما در ظرف این مدت برای برکناری حکومت‌های دیکتاتوری بیش از 10 میلیون دلار هزینه کردیم و بیش از 5000 فعال سیاسی در سراسر جهان آماده کردیم و آموزش دادیم. در واقع من نمیدونم دیگه چه سندی میخواد وجود داشته باشه که باعث محکومیت کاخ سفید باشه. این اعتراف صریح به این است که در هر جای دنیا یه هر گونه نارامی که به وجود میاد، این فعالان سیاسی که خود اینها درست کردن، این فعالان سیاسی هستن که یه مرتبه ثبت میشن و مملکتشون و منطقه خودشون رو به دستور کاخ سفید، حالا به هر دلیلی که داره، به آشوب میکشن و در واقع باعث نارامی در سراسر دنیا میشن، که بدترین نمونهش همون نمونه داعشی است که قبلا صحبت کردیم. حالا در گزارش چند روز پیش درباره مسئله بنغازی که بالاخره با تمام پنهانکاریایی که کاخ سفید برای پرده پوشی کرد، که عنوان شده بود که نخیر اینها چیز مردمی بوده، یک آشوب مردمی بوده، ولی تا به حال قبول نمی کردن که این کشتاری که در سفارت آمریکا در پایتخت دیبی صورت گرفته به وسیله القاعده بوده. حالا ولی در این گزارش 800 صفحه‌ای که به وسیله گروه تحقیق در کنگره آمریکا مطرح شده، اینها مجبور شدن اعتراف بکنن. همین سخنگوی کاخ سفید، سخنگو که خیر اون مشاور امنیتی آقای بن رودز اومده اشاره کرده که بله اعتراف کردن که این کار القاعده بوده، ولی به هیچ وجه از باعث بدبختی دنیا عبارت باشه از آقای برجسکی که پایه‌گذار طالبان و القاعده بود، و به خصوص از سرنوشت جسدی که مثلا به دریا ریختن، از جسد اسامه بن لادن اصلا خبری نیست. ما امیدواریم که در آینده نزدیک افشاگری در این زمینه هم صورت بگیره. من در پایان میخوام این قسمتی از بیانیه‌ای که راجع به این قیام شاهرخی به وسیله سرکار خانم سودایی که عضو یکی از این سازمان‌های هم‌بند جبهه هستم، فقط چند سطرش رو میخونم. کلاه از سر برگیریم که تیر ماه خونین از راه رسید و زمان زمان احترام است. احترام به وسعت قلب همه عاشقان ایران و به گلگون جامگان به خاک تپیده ای که سینه های فراخشان را به وسعت لوت تشنه در برابر رگبار مسلسل
سپاه کین و نفرت و نفرت شیخان بیبها گذاشتند تا حماسه جاودگانی ایران به بهای جانهای فدا شده و خونهای مقدس بر خاک ریخته شده معنا و اعتبار تازه‌ای پیدا کند. خدمت بینندگان عزیز مجددا بدرود عرض میکنم. پس بینندگان عزیز بنده به خداحافظی میکنم، بدرود عرض میکنم و ضمنا طبق معمول تقاضا میکنم که اگر نسبت به این مسائلی که بنده عرض کردم یا بیانات سرکار خانم اسداللهی نظری پیشنهادی دارن، لطف بفرم به این تلفن ها تلفن کنن. من آینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. در حال آزادی را با چنگ و دندان گشایی